بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب کتاب تجلی حقیقت در اسرار فاجعه کربلا تألیف جناب آقای حاج سلطان حسین تابنده رضا علی شاه. اول کسی که امر به معروف و نهی از منکر را ملغا کرد و درخت تلخ خودسری را نشانی معاویه بود که بیداران ملت از بین برد و بزرگان امت را کشت و رعایت حقوق اسلامی را نکرد. این امر متدرجن رو به ازدیاد بود تا نوبت به عبدالملک ابن مروان رسید که او علناً مخالفت کرد و پس از قتل ابن زبیر در مدینه بر منبر رفت و گفت هیچ کس مرا امر به پرهیزکاری و حذر از مخالفت احکام نکند، وگرنه به کشتن او امر خواهم کرد. روز به روز ریشه ظلم و فساد در حکومت اموی زیادتر شد. اختلافات نیز در میان امت واحد اسلام رو به ازدیاد گذاشت تا آنکه پس از 3-4 قرن از هجرت حضرت رسول صلی الله علیه و آله ممالک امپراتور اسلام تجزیه شد و در 3 مملکت 3 نفر به نام خلیفه سلطنت داشتند. یکی در بغداد به نام خلیفه بر خود گذاشت، دیگری در قاهره خود را خلیفه پیغمبر می‌خواند و دیگری در مملکت اسپانیا. هر یک از آنها امرای متعدد و صاحبان نفوذ نیز داشتند که آنها هم گاهی با هم مخالفت می‌کردند، مخصوصا در حوزه خلافت عباسیان قسمت مهم ممالک اسلامی را تحت تصرف داشتند. امرای صاحب نفوذ بودند و گاهی خلیفه تابع رأی آنها و آنها خلافت و تعیین خلیفه را بازیچه خود قرار داده. هر خلیفه را که به میل آنها رفتار نمی کرد خلع بوده، با دیگری بیعت کردن. این حالت که در اسلام ظاهر شد، نصارا تجری شد و جنگ های صلیبی شروع کرد و عده زیادی از مسلمین کشته شدند و فتور و ضعف در اسلام ظاهر شد. این اختلافات سبب شد مملکت اسپانیا که در قریب 7 قرن مهد تمدن اسلامی بود در تصرف مسیحیان درآید و اینها همه اثر از بین رفتن امر به معروف و نهی از منکر و شروع ظلم و فحشا و بالاخره اثر بروز اختلاف و تفرقه کلمه بین مسلمین بود. و وخامت این اختلاف است که تا این زمان امتداد پیدا کرد و مسلمین را نزد سایر ملل ضعیف بلکه خوار کرده است. رفع این بیچارگی و فلاکت تجدید اتحاد و وفاق است. شیعه و سنی هر دو مسلم و تابع قانون قرآن می باشد. چرا باید همیشه اختلاف داشته باشد؟ و اختلاف عقیده قلبی با اتحاد در دین و حفظ اتحاد سوری منافات ندارد. افسوس که خود مسلمین به مفاسد این اختلاف متوجه نشده، به مزار را آن پی نبردن و دول خارجی از آن استفاده می کنند. در صدر اول اسلام عموم مسلمین،
نسبتاً بیدار و ناظر اعمال یک دیگر بودند و دست در آغوش فتح هم می‌جویند. برعکس امروزه مسلمین سابق در مقابل خودسری ها قیام کردند و پرچم امر به معروف و نهی از منکر برافراشتند و در رأس این قیام ها قیام حسین علیه السلام هم که از همه مهمتر و جامعتر است قرار گرفت. ولی مسلمین امروز خمودت و عیاشی آنها را فرا گرفته است. حسین علیه السلام بر ضد ظلم و جور نهضت کرد و برای امر به معروف و نهی از منکر قد برافراشت. در این موقع مسلمین همه جا مترصد این امر بودند و از یزید با اینکه اول خلافتش بود به واسطه سابقه حالاتش دل خوشی نداشتند و معاویه با زور و تهدید بیعت برای او گرفته بود و هیچ کس جرأت مخالفت نداشت. موقعی که معاویه بدرود زندگی رو و یزید بر اریکه نشست از اطراف و اکناف دوستان حسین علیه السلام را به خروج تحریک سمود. آن حضرت هم قبلا خبر داده بود که پس از مرگ معاویه نهضت می کند. اول کسی که پس از رحلت حضرت مجتبی علیه السلام حسین علیه السلام را به خروج تحریض نمود حجر ابن عدی بود که از بزرگان شیعه بود. حضرت جبه و فرمودن که سایر مردم مثل تو مایر به جهاد نیستند. و حجر در همان اوقات که به کوفه آمد به نایب زیاد موقعی که در کوفه بر منبر بود سنگ زد و جمعی نیز با او همراهی کردند. پس از آن زیاد آنها را گرفت نزد معاویه فرستاد و در نزدیکی شام آنها را کشتند. این امر بر حسین علیه السلام خیلی دشوار آمد که معاویه را سرزنش نمود. پس از قتل او جمعی از اهل کوفه خدمت حسین علیه السلام نامه نوشتند. پس از عرض تسلیت حسین علیه السلام در وفات مجتبی علیه السلام را تحریک به خروج کردند. ولی حضرت آنها را ساکت و به انتظار امر فرمود. ابتدا نامه نگاری در سنه 51 هجری بود که در کوفه جمعی در خانه سلیمان ابن سرد قضایی مجتمع شده و نامه نوشتند. آنها با یکدیگر میگفتند که پس از مرگ معاویه با کسی غیر از حسین علیه السلام بیعت نخواهند کرد. اجتماعات در اطراف حسین زیاد بود به طوری که موجب خوف والی مدینه گرد. کاغذی به معاویه نوشت و کسب تکلیف کرد. معاویه در جواب نوشت متعرض حسین علیه السلام نشود و خود به حسین کاغذی نوشت و نصیحت آمیخته با تهدید کرد. چون از حضرت مردم را به پس از مرگ معاویه وعده می داد. لذا ساکت شد. سبب مسامحه آن حضرت در خروج رعایت صلحی بود که امام حسن علیه السلام با معاویه کرده بود و نیز می دانست که با بودن معاویه خروج او صلاح نیست، زیرا معاویه به واسطه شیطنت و مکر و حیله که داشت امر کشتن حسین علیه السلام را لباس حقانیت می پوشانی و از اهمیت قضیه کاسته می شود، چنان که با تدابیری که داشت
حسن علیه السلام رو نیز مسموم نمود، بدون اینکه همه کس ملتفت شود که به دستور او بوده، فقط جمع قلیلی از حقیقت امر مطلع بودند، نه عموم. و قضیه خلافت یزید بهترین دستاویزی برای مخالفت بزرگان امت با بنی امیه شده. پس از معاویه اهل کوفه که اغلب از شیعه بودند شروع کردن به نامه نوشتن به حسین علیه السلام، پی در پی نامه می نوشت. اول نامه که به حضرت رسید در روز دهم ماه مبارک رمضان سال 60 هجری در مکه بود. پس از آن دو سه نفر دیگر که حامل نامه بودند خدمتشان رسید. بعضی گویند که در یک روز قریب 600 نامه از اطراف به حضرتش نوشت و در بهار و سایر کتب مقاتلت که نامه هایی که به حضرتش نوشتن بالغ بر 12,000 شده، شاید 12,000 امضا بوده. به طور تسامح نامه ذکر شده، زیرا 12,000 نامه بعید است. مضمون تمام آنها تحریص حضرت بود به خروج، و این عده هر چند که بعید است و اقرار می نماید لیکن دلالت بر کثرت نامه می کند. این نامه ها پس از آن بود که حضرت به مکه حرکت فرمود و مردم از حرکت او مطلع شدند و عظمت و جلالش را شنیدند و به مقصد او و مخالفت با خلافت یزید واقف شدند. سبب حرکت آن حضرت هم به مکه آن بود که چون معاویه در نیمه رجب سال 59 یا 60 رخت به دار جزا بربست، یزید به ولید ابن عتبه ابی سفیان که والی مدینه بود مکتوب که او را امر بود که از مردم و 4 نفر که مخالفت کردند بیعت بگیرند و هر کدام سرپیچی کردند او را به قتل برسانند و سر او را نزد یزید بفرستند. ابو حنف می نویسد این نامه در 20 ذی‌الحجه به ولید رسید و چون سال وفات معاویه را 60 بگیری معلوم می شود که کاغذ یزید در آخر ذی‌الحجه این سال به ولید رسید. بنابراین قول حرکت حسین علیه السلام به مکه در سال 61 و شهادتش در محرم 62. ولی اغلب صاحبان مقاتل واقعه کربلا را در محلم 61 نوشتند و غالبا تاریخ رسیدن نامه را به ولید ذکر نکرد. بعضی هم در اواخر رجب نوشتند. آنچه نزدیکتر به ذهن این است که این نامه ها در دهه آخر رجب همان سال پس از چند روز از مرگ معاویه رسید، زیرا امر بیعت مهم بود و تأجیل را لازم می دانست و پیکانیز به عجله سیر می کرد. این تقریب موافق است با قولی که حسین علیه السلام در آخر رجب سال 60 حرکت کرد. در آن ماه قریب 12 روز از مرگ معاویه گذشته بود و صاحب ناسخ التواریخ می نویسد که عاشورای 61 نه جمعه نه دوشنبه، لذا فوت معاویه را در سال 59 و قضیه کربلا را در سال 60 هجری و عاشورا را روز جمعه نوشته. مناقب ابن شهر شو در روز شنبه نوشت و در تهذیب نیز این قول نقل شده. در مکتوبی که حضرت به اهل کوفه نوشت
اشاره فرموده که روز سه‌شنبه هشتم هجرت به جانب شما حرکت میکنه. بنابراین اگر ذی‌حجه آن سال 30 روز بود، عاشورا روز شنبه، و اگر 29 روز، عاشورا روز جمعه بوده است. عمر ابن ابونصر در کتاب خود موسوم به یزید ابن معاویه، با آنکه در اول فصل شفم می نویسد که حسین علیه السلام در روز سه‌شنبه سوم ذی‌حجه از مکه حرکت نمود، عاشورا را در جمعه گفته، در صورتی که بنابر قول او در باره حرکت حسین روز عاشورا باید چهارشنبه یا پنجشنبه باشد و محتمل از کلمه سوم اشتباها در چاپ آمده است. همان هشتم را که ناسخ التواریخ ذکر نموده باشد، مرحوم حاج فرهاد میرزا در امقام می نویسد خلافی نیست که شهادت حضرت در عاشورا بود، ولی اختلاف است که عاشورا در جمعه بوده یا شنبه یا یک شنبه، و عامه که دوشنبه بودن صحیح نیست. از ابوالفرج در مقاتل طالبین نقل شده که ما طبق آنچه از زیج هندی استخراج کردیم، چهارشنبه اول محرم و جمعه عاشورا بوده است. سپس خودش گوید که در آن سال در روز عاشورا آفتاب در میزان 21 درجه و عطارد دیر در میزان و زهره در سنبله و قمر در دهن و ره در اسد و مشتری در جد و طالع سال سرطان بوده. در فصل بهار آن سال چهار ماه قبل از عاشورا قرآن نحسین شد و قمر با زحل در آن روز مقابله داشت که تمام دشمنی و نفوست و به دستور که تنتاوی در جلد اول نظام العلماء برای تعیین هر ماه می نویسد استنباط می شود که سال 60 هجری عاشورا روز شنبه بوده، ولی روز جمعه با هیچ کس از این دو سه سال تطبیق نمی کند و روز دوشنبه عاشورا را سال 59 می شود. ولی از این دستورات که برای تعیین ایام سالهای سابق ذکر شده، بلکه از زیجات قطع پیدا نمی شود و ممکن از ظن قوی و اطمینانی پیدا شود، از هر چی در این امر گفتگو شود بر ابهام و اجمالش افزوده می شود که بعضی گویند به توسط قواعد نجومی قطع پیدا می کند. ولی پس از رسیدن نامه یزید به او، حضرت حسین علیه السلام را و ابن زبر و ابن عمر را خواست. حضرت جمعی از اصحاب را مسلح کرده امر که در بیرون منزل منتظر باشد. اگر صدای تکلم حسین علیه السلام زیاده از حد معمول بلند شد، وارد خانه شد و خود حضرت داخل خانه ولید شد. ولید و مروان تعظیم و تکریم کردند و قضیه مکتوب یزید را به میان آورد. حضرت فرمود من امشب در این امر فکر میکنم و اگر خواستم فردا در حضور جماعت بیعت خواهم کرد. ولید راضی شد. مروان وسوسه کرد، گفت من گذار که حسین از چنگت بیرون برود، یا بیعت بگیر یا او را بکش. حضرت از این کلام متغیر شد، رو به فرمان نمود، فرمود تو و امثال تو نمیتوانید مرا بکشید. در این موقع که بنی هاشم صدای حضرت را شنیدند وارد منزل شدند
و ولید و مروان فرار کرد. سپس فرار بیرون آمد و شب به حرم جدش شکایت کرد و در خواب حضرت رسول صلی الله علیه و آله او را خبر به شهادت داد و امر به حرکت فرمود. حضرت با اهل بیت در شب به جانب مکه حرکت کرد و در سوم شعبان وارد مکه شد. مردم مکه مقدمش گرامی داشته، خدمتش می رسید. از اطراف نیز مردم به خدمتش آمد، با حضرتش بیعت می کردند و نزدیک بود که مکه به تصرف آن حضرت درآید، ولی خود آن حضرت اقدامی در این باره نداشت. در این موقع نامه اهل کوفه متوانیان رسید. حضرت جواب همه را یک باره نوشت که از دوستی شما آگاه شد. آن را پسر عموی خود مسلم را به جانب شما گسیل داشت. با او بیعت کنید. به بیعت با او بیعت با من است. مسلم در نیمه رمضان حرکت کرد و پنجم شعبان وارد کوفه شد. در بین راه دو نفری که راهنما بودند راه را گم کرد و به بیابان بی آبادی وارد شد و آن دو از تشنگی مردند. مسلم تنها شد و این را به فال بد گرفت. پس از نزول به آبادی به حسین علیه السلام نامه نوشت. حضرت او را امر به صبر فرمود. مسلم به کوفه آمد و اجتماع مردم در اطراف زیاد شد، ولی چون ابن زیاد وارد کوفه شد مردم دفعتاً از مسلم دور شدند و بالاخره اهل کوفه با او جنگیدند. و شیخ مفید می نویسد که در روز عرفه شهید شد. حضرت حسین علیه السلام در کوفه در مکه روز به روز بر شهرت و نفوذ و قدرت و عظمتش می افزود. مسلم نیز از کوفه قبل از بروز مکر کوفیان و حضرتش نوشت که جمع کسی بیعت کرد. یزید چون شنید که مردم به حضرتش توجه دارند چند نفر را گماشت که در ایام حج که هیچ کس با خود اسلحه ندارد حضرت علیه السلام را به قتل برسند. حضرت از این امر آگاهی ها و برای آنکه حدک حرمت حرم نشود حج به جا نیاورد، تبدیل به عمره مفردی کرد حضرت حسین علیه السلام می داند که اگر موقع ازدحام در مکه باشد و اعمال حج را به جا بیاورد و بنی امیان حضرت را به قتل می رسانند، ازا قبل از رسیدن اوقات حج اعمال عمره را به جا آورد و روز هشتم ذی‌الحجه که یوم الترویه گویند روز اول اعمال حج حرکت به جانب کوفه کرد. این قضیه نیز از بهترین ادله بر کفر بنی امیه، زیرا مکه خانه امن و امان است و در موقع حج نیز برای محرمان قتل نفس حتی کشتن حیوانات کوچک هم حرام است، ولی آنها قتل پسر رسول خدا را به چه همت ساخته بود. و نیز دلالت بر مراقبت آن حضرت در حفظ شاعر الله می کنه، زیرا راضی نشد حتی که حرمت حرم بشه و حفظ احترام حرم را که از امور مهمه اسلامی بر ثواب حج
و فائز شدن به شهادت مقدم داد. در آن اوقات حضرت نامه به اطراف نوشت، مردم را به یاری خود دعوت. روایات مختلف است در اینکه آن حضرت از مکه به مدینه آمد یا اینکه مستقیما به عراق. ابو مخنف در مقتل خود و شیخ ابو اسحاق اسرائیلی در کتاب نور العین فی مشهد الحسین علیه السلام می نویسد که از مکه به مدینه آمد. جمعی دیگر گویند که مستقیما رو به عراق. شاید این قول اقرب باشد، زیرا ورود حضرت به کربلا روز دوم محرم بود. اگر به مدینه می رفت زیادتر طول می کشد. در منازل بین راه اخبار غریبه و آثار عجیبه مشاهده می شود. بعضی از اصحاب را امر به مراجعت می فرمود، جمعی را هدایت می نمود، چنانکه زهیر ابن قیس بجلی و رح ابن عبدالله کلبی را در عرض راه هدایت کرد و به منزل زی جسم که رسید با حر ابن زیاد ریاهی ملاقات کرد و مذاکراتی پیش آمد. حسین علیه السلام نامه های اهل کوفه را ارائه داد و شب نیز قدری سیر کرده روز دوم محرم وارد کربلا شد. در این منزل توقف کرد و در حقیقت قصد اقامت دائمی نمود و آنجا را آرامگاه ابدی ساخت. ای اسیران قضا، در این سفر غیر تسلیم و رضا ابن المفر. در وجه تسمیه کربلا بین مورخین اختلاف زیاد است. مهمترین اقوال در این باب سه تاست. بعضی آن را موقف کور بابل گفتند، بعضی ناحیه بابل چون در حومه شهر بابل پایتخت کلدانیان واقع بودند، دسته دیگر معتقدند که کلمه کربلا از دو کلمه آشوری کرب و ایلاه است که در زبان آشوری و آرامی معنای حرم خداست، زیرا کرب به معنی حرم و ایلاه به معنی الله است. چون در آن ناحیه معبد کلدانیان واقع شده بود، آنجا را مقدس می شمرد. جمعی دیگر از تاریخ نویسان معتقدند که اصل این کار بالا بوده که کلمه فارسی است، یعنی کار مربوط به عالم بالا، زیرا در آنجا پرستش خداوند می شد و کار مربوط به عالم بالا تقص انجام میگیره. در آن زمان کربلا آبادی نداشت، بلکه اراضی مرتع در تصرف بنی اسد، ولی در اطراف آن آبادی های کوچک و بزرگ و اراضی مختلف که هر کدام دارای نامی بودن وجود داشت. نینوا، قاضریه، بار، شفیه، نواویز و تپه های هی که اکنون محل حائر حسینی است و دورتر عقب و آماریه بود که ساحل نهر فرات هم تف می بود. فصل بعدی، حسین قصد سلطنت نداشت. سلام.